چون نیروی انتظامی و سپاه الان شما کجا هستید دقیقا؟ چندین روز هستش که کارگران و کارمندان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران در حال اعتصاب هستند. 71 بخش به این اعتصابات پیوستن. اتوبوسرانی تهران پیوسته، بخش بازنشسته‌های ارتش و معلمین به این اعتصابات پیوستن. در 13 منطقه اعتصابات گسترده شده. اما هنوز بخش ارتش و بخش نیروی انتظامی و اون دسته از افرادی که از بدنه استفاده کنده شدن هنوز به اعتصابات دست نزدن. اگر شما فکر میکنید اعتصاب کنید و اتفاقی براتون میافته، مطمئن باشید اگر این اعتصابات در بدنه ارتش و در بدنه نیروی انتظامی به صورت سراسری اتفاق بیافته، هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل شما بایسته. کارمندان سازمان هواپیمایی کشوری کجا هستید؟ بازنشسته هاتون اعتصاب کردن، اعتراض کردن. شاغلین در بخش آموزش و پرورش کجا هستید؟ چرا فقط بازنشسته ها؟ روی سخنم با بازاریان هست. بازاریان، شما که 43 ساله از تورمی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در بخش اقتصاد پول روی پول گذاشتید و کماکان دارید با پارو پولاتون رو جمع میکنید، هر روز دارید افزایشش میدین، فکر نمیکنید که بخش آسیب دیده، بخش فقیر جامعه دست بزنه به این که بیاد در بازار برای شما حادثه ایجاد بکنه، حجرهاتون و انبارهاتون رو بسوزونن؟ امروز باید با مردم فقیر و ستم دیده ایران باشید. قطعا در فردای آزادی ایران شما بیشتر از امروز میتونید در یک جامعه‌ای که اقتصادش پویا هست، اقتصادش فعال هست و بخش آسیب دیده نداره در قسمت اقتصادی، درآمدزایی بکنید. بخش های مختلف جامعه امروز در ایران، بخش اتحادیه تاکسیرانی، اتحادیه نانوایان، کجا هستید شما؟ امروز از مردمتون حمایت کنید، از بخش فقیری که خود شما هم در اون بخش هستید باید حمایت کنید و به اعتصابات بپیوندید. اعتصابات سراسری میتونه ریشه ظلم رو در کشور ما بخشکونه و نابود بکنه. فقط تنها راه نجات کشور از این موزل 43 ساله پیوستن به اعتصابات هست و دامن زدن به صورت گسترده در سراسر کشور به این اعتصابات هست که بشه اعتصابات سراسری اسمشو نهاد. مردم عزیز ایران دقت کنید، از فروشگاه زنجیره‌ای که متعلق به سپاه یا سردمداران جمهوری اسلامی هست خرید نکنید، مثل هایپرمارکت‌ها اینها رو تحریم بکنید. فقط از فروشگاه‌های کوچیک، سوپرمارکت‌های کوچیک محله‌تون خرید بکنید که جمهوری اسلامی از همه نظر ضربه و آسیب ببینه و بدونه که مردم ایران سکوت نخواهند کرد. من پیشنهاد میکنم برای یک ماه تمام ما ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج، اگر شده فقط تخم مرغ بخوریم، روزی یه دونه تخم مرغ، روزی دو تا تخم مرغ بخوریم، خرید کالاهای دیگر رو منع بکنیم، تحریم بکنیم جمهوری اسلامی رو. تمام بخش‌ها امروز، دامداران و کشاورزان به این اعتصاب پیوستن و داره همه‌گیر میشه. امروز وقت اون رسیدی که حقمون رو از جمهوری اسلامی مطالبه کنیم و اون چیزی نیست به غیر از اعتصاب برای پیشرفت کشورمون، برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی. امروز همه ما به این اعتصاب باید بپیوندیم، چه در داخل و چه در خارج. دانشجویان، معلم ها، کارگرها در تمام بخش ها، بخش ارتش و نیروی انتظامی و بخش ضعیف سپاه که از نداشتن معیشت خوب خانواده رنج میبرید، چرا سکوت کردید؟ چرا وسط نمیاد؟ شما رو جمهوری اسلامی 43 ساله از پایین ترین حقوق شهروندی منع کرده که یکی از اونها معیشت خوب خانواده هستش. امروز وقت این هستش که به اعتصاباتی که بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی آغاز کرده و دامنگیر جمهوری اسلامی شده و همه بخش‌ها دارن بهش پیوند میزنن، شما هم بپیوندید و دست به دست هم بدین و جمهوری اسلامی رو به صورت مسالمت‌آمیز برای همیشه در کشورمون سرنگون بکنیم تا برسیم به یک کشور خوب و آزاد با دموکراسی، با اقتصاد پیشرفته و پویا برای تمام بخش‌های جامعه. امروز به فکر کشورمون باشیم، امروز به فکر آینده‌مون باشیم. پاینده ایران بزرگ، تا ابد جاوید شاه.